از دستگیری علی دایی در زندانی به وسعت ایران که گویی انگار دستگیر شده و این دستگیری همون ممنوع الخروجی اونه که باعث میشه اون برنامه بزرگ فیفا رو از دست بده تا اخراج معلمی در آمل که برای دانش آموزا آهنگ گنگستر شهر آمل رو پخش کرد تا اتفاقات و اخبار تظاهرات امروز 27 بهمن در ایران و ماجراهای مختلف که در ادامه بهتون پیشنهاد میکنم این ویدیوی جنجالی رو تماشا کنید. این معلمی که دارید روی تصویر تماشا میکنید همون معلمیه که آهنگ گنگستر شهر آمل رو توی کلاس درسی در یک مدرسه غیر انتفاعی پخش کرد. جالب اینجاست بعد از پخش این آهنگ ساده که مشکل عجیب غریبی هم نداره این معلم از کلاس درس اخراج شد و حتی مجوز مدرسه هم لغو شد. واکنش آذری جهرومی به اخراج معلمی کلاً به دلیل پخش موسیقی هم جالب بود که توجه شما رو به اون جلب می‌کنم. آذری جهرومی نوشت یک سوال مهم حاشیه‌ای در قضیه قطعه موسیقی گنگستر شهر آمل اینه که این موسیقی با توجه به اعمال محدودیت‌های شدید و متعدد بر اینترنت چگونه بین مردم فراگیر شده؟ نقش شبکه‌های اجتماعی داخلی در فراگیری اون رو چگونه ارزیابی می‌کنند؟ سوال جالبی که اینجا پیش میاد آیا واقعاً ارزش اینو داشت که به خاطر یک موزیک این معلم از کار بیکار بشه و کل مجوز مدرسه لغو بشه و توی این مدت زمانی که این بچه‌ها اینجا درس خوندن الان باید این افراد این بچه‌ها چی کار کنن؟ توجه کنید فقط به خاطر خوندن یک آهنگ ساده به نام گنگستر شهر آمل که این بچه‌ها همیشه این آهنگو همه جای شرم حتی میتونن بشنون. خبرگزاری ایکسنا نوشت علی دایی به دلیل ممنوع الخروجی امکان حضور در مراسم بهترین های فیفا رو نداره، همون چیزی که اول ویدیو بهتون گفتم. قبل از اینکه این خبر رو شروع کنیم ازتون میخوام مرامی این ویدیو رو لایک کنید و سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید، خواهش میکنم. یه دکمه است. یک رسانه دولتی در ایران روز چهارشنبه 26 بهمن گزارش داد که علی دایی ستاره سابق تیم ملی فوتبال ایران به خاطر ممنوع الخروجی نمیتونه در مراسم جوایز بهترین های فیفا شرکت کنه. اصلا این مراسم ببینیم چی هست. فدراسیون جهانی فوتبال چند روز قبل به طور رسمی از علی دایی دعوت کرد تا در مراسم اهدای جوایز برترین های سال فیفا یه جورایی بیاد اونجا، ولی اون موقع مشخص نبود که علی دایی اجازه خروج از کشور داره یا نه. حالا پیگیری ها توی این زمینه نشون میده که علی دایی ممنوع الخروجه و به همین خاطر اگه مشکلش حل نشه نمیتونه توی این مراسم حضور پیدا کنه. این مراسم روز 8 اسفند در پاریس برگزار میشه، توجه کنید، و فیفا از آقای علی دایی خواسته که همچنین از نگاه خودش بهترین بازیکن، بهترین مربی، بهترین دروازه‌بان و زیباترین گل سال جهان رو معرفی کنه و الان به خاطر یک ممنوع الخروجی نمیتونه داخل این مراسم باشه. حتی همین چند وقت پیش هم فیفا در جریان مسابقات جام جهانی نیز از علی دایی دعوت کرد که با سفر به کشور قطر شاهد این مسابقه باشه، اما ملی پوش سابق ایران با توجه به اعتراضات گسترده توی ایران و اتفاقاتی که افتاده بود از دعوت فیفا سر باز زد و گفت که ترجیح میدم در این شرایط کنار مردم باشم. و واقعا علی دایی نشون داد چقدر بین مردم ایران و در قلب مردم ایران جا داره. توی کامنت ها یه جمله برای بزرگمرد علی دایی بنویس. اتفاق جالب دیگه هم که افتاده امروز 27 بهمن 40 محمد مهدی کرمی و محمد حسینیه که مردم در بعضی از جاهای ایران به خیابونا اومدن و تظاهراتی رو انجام دادن. فیلم های زیادی از این تظاهرات توی اینترنت داره پخش میشه و در اینستاگرام و جاهای مختلف در شرایطی که اینترنت به شدت محدوده و دسترسی به اینترنت برای اکثر ایرانی ها یه جورایی مثل آرزو شده این اتفاق داره میفته. و دیگه ببینیم در ادامه چه اتفاقاتی میفته و هر چیزی که بشه بهتون خواهیم گفت.
به تازگی به ادعای آمریکا، خود آمریکا مدارکی رو پیدا کرده که ثابت میکنه ایران توی جنگ روسیه و اوکراین نقش داشته. از طرف دیگه شهر زلزله زده نورداگی ترکیه قراره به طور کامل تخریب و بازسازی بشه. متاسفانه کوهرنگ واقع در چهار محال بختیاری عملا زیر برف دفن شده و مردمش به کمک فوری نیاز دارن. دارید روی صفحه تصویری از کوهرنگ رو هم مشاهده میکنید که امیدوارم حداقل به این افراد رسیدگی بشه. از طرف دیگه خیلی ها در رابطه با آخرین وضعیت توماج صالحی نگران بودن که بالاخره وکیل توماج صالحی موفق شد با توماج یک قرار و صحبتی داشته باشه که گفته امروز با توماج صالحی ملاقات کردیم و روحیه فوق‌العاده‌ای داره توماج صالحی، که از همینجا یه جورایی میگم که توماج صالحی فعلا در وضعیت خوبی از لحاظ روحی و اینکه جانش در سلامته. و حتی پیج توماج صالحی هم در این رابطه متنی رو نوشته که اینجا روی صفحه برای شما میذارم که در رابطه با توماج صالحی همچین چیزی نوشته و امیدوارم که توماج صالحی اتفاق بدی براش نیفته و امروز 110 روزه که از بازداشت قانونی اون میگذره. سه آرایشگاه مختلف در قم در راه جهاد پلوم شدن، که نمی که از خبرهای جالب. از این طرف FBI هم توی کانادا دنبال سه تا تاجر ایرانیه که صدها میلیون دلار تحریم ها رو دور زدن و به ایران کمک کردن. از طرف دیگه اپراتورهای اینترنتی از زمان فیلترینگ اینترنت 40% کاهش درآمد داشتن که این آمار به طرز وحشتناکی در حال رشده. یه داروخونه دیگه توی تهران به خاطر کشف حجاب کارکناش پلم شد تا یه جورایی ثابت بشه بی‌حجابی توی ایران جرم. بهمن موتور به دلیل گران فروشی 138 هزار میلیارد ریال جریمه شد تا همه پولایی که بالا کشیده رو پس بده. رسمی حداقل حقوق کارمندا تو سال جدید 7 میلیون و 900000 تومان است. از طرف دیگه ایرانی‌های ساکن واشنگتن جلوی کاخ سفید تصاویر اعدام شدگان رو بالا بردن و اونجا یه تظاهراتی راه افتاده. اینجای ویدیو خیلی عجیبه و خبرگزاری‌ها همچین چیزی رو دارن کار میکنن و در نوبه خودش نوبره واقعا. رئیس سازمان مدیریت بحران تهران گفته مردم پایتخت ضمن آمادگی برای زلزله احتمالی واسه خودشون چادر امداد، کیف اضطراری و اندکی نایه بخرن، که این در نوبه خودش عجیب و خنده داره. لبخند علی دایی در یک تصویر عاشقانه. امیر اردشیر بیمار مبتلا به فلج مغزی امروز مهمان ویژه داشت که اسطوره فوتبال ایران برای چندمین مرتبه به ملاقات این فرد رفته و امیر اردشیر از هواداران سرسخت پرسپولیس و باید همینجا با آقای علی دایی بگیم دمت گرم مرد بزرگ. از طرفی دیگه عربستان میزبان فوتبال جام باشگاه‌های 2023 شد که در نوبه خودش این خبر جالب. ممنونم که به این خبر گوش کردید، امیدوارم اون اطلاعات لازم رو به دست آورده باشید. مرامی سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید و یه لایک هم زیر ویدیو مرامی بنداز.